وزیران کشور آلمان و فرانسه به منظور کاهش مرگ پناهجویان در مسیرهای خطرناک دریای مدیترانه روز یک شنبه 28 خرداد به تونس سفر کردند تا راهی تا راهی به منظور کاهش حرکت پناهجویان به سمت اروپا بیابند در بیانیه وزیر کشور آلمان آمده که بحث ها با تونس در مورد مهاجرت و مسائل امنیتی مهم کنونی از جمله بر ترویج کانال مهاجرت قانونی کاهش مهاجرت غیرقانونی و قاچاق افراد متمرکز خواهد شد سفر دو روزه وزیر کشور آلمان و فرانسه به تونس پس از فاجعه غرق شدن کشتی پناهجویان صورت میگیرد که احتمال می رود مرگ کشتی غرق شده پناهجویان در سالهای اخیر در دریای مدیترانه باشد. این کشتی ماهیگیری واژگون شده مملو وز مردان، زنان و کودکانی بود که از لیبی آزم ایتالیا بودند. پیش بینی می شود در جریان واژگون شدن این کشتی در روز چهارشنبه 24 خرداد بیش از 500 پناهجو در سواحل جنوبی یونان غرق شده باشند. این فاجعه به تکرار و افزایش انتقادها از سیاست های شکست خورده اروپا در مواجهه با حرکت پناهجویان از مسیر دریای مدیترانه دامن زده است. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به دلیل جان باختن شماری از شهروندان کشورش در نتیجه واژگون شدن این قایق به مدت یک روز اعضای عمومی اعلام کرد بر اساس گزارش جیونیوز پرچم پاکستان روز دوشنبه 29 خرداد در تمامی نقاط این کشور نیمه افراشته خواهد شد